انفجار خودروهای بمبگذاری شده در وزارت آموزش و پرورش سومالی تعداد زیادی تلفات بر جای گذاشت پلیس و خبرگزاری دولتی سومالی اعلام کرد روز شنبه دو انفجار خردای بمبگذاری شده در وزارت آموزش و پرورش در موگادیش و پایتخت سومالی تعداد زیادی کشته یا زخمی بر جای گذاشت معلوم نیست چه کسی پشت پرده این انفجارها بوده است اما گروه سنی های رای از شباب اغلب بمبگذاری ها و حملات مسلحانه را در موگادیشو و جاهای دیگر انجام می دهد. کاپیتان پلیس نور فرح گفت دو خود رای بمبگذاری شده به دیوارهای وزارتخانه برخورد کرد. بنابر گزارش رویترز اولین انفجار در وزارتخانه رخ داد و سپس انفجار دوم با رسیدن آمبولانس ها و جمع شدن مردم برای کمک به قربانیان رخ داد. بر اساس جدیدترین آمار تعداد تلفات جانی این دو انفجار دست کم 100 نفر کشته و 300 نفر زخمی اعلام شده است. از شباب متحد القاعده بیش از یک دهه است که در سومالی می جنگد و به دنبال سرنگونی دولت مرکزی و ایجاد حکومت خود بر اساس تفسیر خود از شریعت است.